حال برگشته ایران. پدر میگم و بچه ها واقعیتش ما از هم چند وقتیه که جدا شدیم، بچه دار میشیم و مینی ایکس ری داره میاد. ولی واقعا اون کسی که اینو نوشته دنبال چی بوده؟ من اصرار نکردم. بیا اینجا بابا جون، قربونت برم. وطن شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکوب. و خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. بابا پارسال دوست امسال آشنا اش هم یک ماه نیستیم دیگه، این آخری ها داشتیم فوش میخوردیم. من گفتم دیگه فردا تو خلا بیا برگردیم پیش بچه ها، باید برگردیم. بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. اولا یه عذرخواهی به خاطر اینکه این یک ماه نبودیم، ولی کلی اتفاقات افتاد و گفتیم که بیایم صحبت بکنیم راجعش. علیکی هیچ اتفاق خاصی بشه نه؟ افتاده دیگه. میگم حالا اگه فکرام بکنم ببینم، اگه نه اگه راست خیلی رو مخم بری میگم ها. بگو سورپرایز نگه نمیدارم. بگو میگم ها. بگو بچه راستش یه حقیقتی میخواستیم بهتون بگیم و میخواستم بهتون بگم که ما داریم بچه دار میشیم و مینی ایکس ری داره میاد. بزن دیگه. چرا دست بزنم واسه اتفاقی که نیفتاده هنوز؟ افتاده ها. نه بچه ها همیشه خبرهایی نیست. خب آقای ایکس ری، بله. چه خبر؟ سلامتی عزیزم، من خوبم. سلامتی، شما خوبی؟ این مدت نبودی، خوش گذشت بدون بچه ها؟ ببین واقعا توی این یک ماه بچه ها یه دوریه عجیب غریبی بود و کلی کار داشتیم انجام میدادیم، که اول از همه شما شروع کن بگو ببینم عزیزم این دانشگاه بالاخره تموم آره شد یا نه؟ آره من این شده درگیر کارهای دانشگاه بودم. البته دانشگاه من خیلی از واحدهایی که داشتم همشون آنلاین بودن، از راه دور بودن، اونقدر مثلا نیازی نبود بخوام هر روز برم تا دانشگاه. ولی دیگه این اواخر دیگه باید میرفتم مثل کارهای مالیه داری دانشگاه رو انجام میدادم. بعد دیگه یکم هم درگیر کار مهاجرتمون هم شد. هم فرهاد ویزامون یه ساله بود، بعد یه پروسه داره دوباره از اول باید تمدیدش کنیم. بدبخت میشی، بدبخت میشی. بچه ها پروسه مهاجرت یه طرف، بعدش یه طرف دیگه، یعنی ویزا تمدید کردن، کارای مالیات. یعنی من قشنگ بچه ها 10-12 روز تمام درگیر کارهای مالیات بودم و سال اول واقعا سخته. آره چون خیلی چیزا هم آدم بلد نیست، خب باید حتما تحقیق کنی، خیالات راحت باشه. بعد دیگه مثلا اینجا حتما باید هر کسی که میاد یه حسابدار بگیره که آخر سال کارهای مالیشو براش انجام بده. فکر نمی کنم توی ایران الان مالیات میگیرن. من شدم عشقم پول ندارم. آقا من اینجا دارم مالیات میدم، از ایران به من زنگ زدن میگن مالیات بده. مالیات بوستایی که بینمون رد و بدل میشن. چند تا بوست کردم من امسال؟ خیلی. بچه اگه واقعا توی ویدیوهای پارسال که یکی بره در بیاره من چند تا بوست کردم بهش 5 میلیون میدم. یکی اینو باید در بیارم بچه‌ای که تعداد عشقم گفتن و عشقم تو عزیزم خیلی خوشگل شدی. چندش دلم واسه این ویدیو گرفتنمون تنگ شده بوده، کم بیا نزدیکتر تا من هر جای خواستم. اما خواستم بوست کنم. نه هر موقع نمیتونی حالا بوست کنم دیگه. بوست فرتی. از بعد از اینکه مهاجرت کردیم خیلی چیزا تو زندگیم عوض شد، یعنی حتی کوچیکترین و آسونترین کارا اینجا واسم سخت میشه. نمونه کوچیکش مثلا موهام. من گفتم برم یه تغییری بدم، موهامو رنگ کنم. بچا تو این فاصله ای که داشتیم کارامونو میکردیم گفتم موهام براتون تغییر رنگ بدم. رفتم دلتون نخواد هویج برگشتم، یعنی کلم نارنجیه. رفت خودشو نارنجی کرد اومد. حالا رنگ بدی نبود ولی به من اصلا نمیاد، چون حالا شاید یه سایر نارنجی دوست داشته. ولی یه شمین رنگ موی الان بهت میاد دیگه. بعد دوباره رفتم خلاصه تیره کردم، این دفعه احساس میکنم خیلی دیگه موهام تیره شده. به نظر من قشنگه. ازم تو هر رنگی باشی قشنگی، ولی اون نارنجی رو لطفا دیگه نزن. نارنجی اونو دیگه اصلا من نیستم. بچه موهاتون رو نارنجی نکنید، نمیدونم من دوست ندارم، خوشم نمیاد. بلکه بچه ها توی مدت ما درگیر چمدونامون هم بودیم، یعنی لباسایی که از ایران آورده بودیم، چمدونامون زمستون تابستون.
چی؟ میگم هنوز هم تمام نشده چون جا نداریم ما و خونه کوچیکه و لباسای زمست و ببین هر چی ما آوردیم از ایران من خودم بیشتر لباس زمستونی آوردم و واقعا این کمدا گنجایش لباسای مثلا کاپشن و اینا هست 20 دونه جا داره نمیدونم واسه کی میسازن این خونه ها رو بچا بدبخت شدم 6 تا دونه چمدون بیشتر لباس فرهاد بود دیگه من که بابا چی میگی 6 تا چمدون داریم 5 تاش واسه خانم یه دونه از این کوچیکا واسه منه همه رو ببر پایین بیار بالا تکی رگال لباسا بکن تو انباری دقیق از یک ذره کمک یعنی تو یک سانتی متر من کمک میکردی اصلا کمرم شکست خدا وکیلی دیگه امسال من این توی مدت خیلی اذیت شدم تو یکم عزیزم باید به فکر منم باشی همکاری دیگه سنت داره میره بالا من پیر میشم نیم من خسته شدم الان 26 سالم آخه چقدر تو بچه توی مدت یه دونه تمیزکاری خونه هم انجام دادیم کی بود؟ 2 هفته پیش بود نه؟ آره بعد دوباره خونه ترکید گفتیم یعنی ببین تمیز همه اتفاقات دست به دست هم میداد که ماه امروز فردا بشه دیگه یه روز بریم پیش وکیل یه روز بریم پیش دانشگاه آرشگاه خلاصه همه دست به دست هم داد که ما 4 هفته ازتون دور بودیم دلمون تنگ شد واقعا ما بچه واقعا کار داشتیم توی مدت همین ها که گفتیم ولی جدای از اون من بچه قبل از ازدواجمون یه محصل 1 هفته داشتیم آره، که ترکیه میذاریم براتون قول میدم آره ویدیوهاش کل اینقدر زیاده اما پریس من دستبندی کنیم 10,000 تا فایل بود آره، خیلی زیاد بود کارهایی که همیشه دوست داشتم که این تایم خالیمون انجام بدیم این بود که باز به این هم نرسیم که ویدیوهای عروسی و محصل رو جدا کنیم براتون بذاریم ولی فرهاد قول داده که یه ادیتور پیدا کنه چون که فیلم عروسیمون هم بچه اونم ادیتش به مشکل خورد آره. یعنی هرچی از هم پول گرفتن الان دوباره میگن اگه میخوای و بازم پول به تصویر سیاه فرستاده واسه همون ارتیکه نه اون... نگو مرتیکه رفیقمونه دیگه دوستمه دیگه توی این مدت بچه من یه مقداری هم یک هفته شو حقیقتاً دوست داشتم که با پریس وقت بگذرونم چون ما اصلا با هم دیگه وقت نگذرونده بودیم قربونت برم من از این قضیه یه مقداری لذت بردم و دوست داشتم تموم نشه ولی دیگه بچه ها انقدر دیگه داشتن فوش میدادن تو کامنت ها گفتیم دیگه برگرد آخه فرهاد که رسید کانادا از روزی که رسید یعنی تا همون یه ماه پیش که داشتیم ویدیو میذاشتیم از صبح که بیدار میشدیم فرهاد استریم رو شروع میکرد بعد رکورد ویدیو با من بود میخوابیدیم فرداش دوباره چون دیلی هم داشتیم دیگه ویدیو میدادیم نمیرسیدیم خیلی با هم تایم بگذرونیم یکم بریم توی تورنتو بچرخیم ببینیم چه خبره چه خبره با هم دیگه خاطره بسازیم خلاصه یه کوچولو تایم دوتایی داشتیم که دیگه یه سری لوکیشن هم کشف کردیم که حالا واسه بچه‌ها به زودی میذاریم یه جای ترسناک رفتیم اون سریاته آره یه دونه خانومه توی پنجره ایستاده بود فرهاد الان بچه‌ها میترسن ولی دقت کردی بچه های ما میترسن من هم استریم میکنم الان باز میگم الان خاطره تعریف کنم ما میترسن بچه ها یه دونه فیلم نانو دیدین یه راهبه من یه راهبه دیدم حالا اگه دوست داشتید بریم اونجا بریم واسهتون نشونشون بدیم ولی یه نکته مهمتر این که بچه ها کانادا از لحاظ آب و هوایی زمین تا آسمون با ایران فرق میکنه و 4 ماه از سال گذشته و ما تازه نور رو دیدیم یعنی من انقدر منو پریس تو زمستون به خاطر کمبود ویتامین دی انقدر مثلا خونه نشون شده بودیم آره مودمون همش پایین بود بعد دیگه من دیدم اصلا فایده نداره ویدیوهامون هم داشت حتی مثلا دیدی آدم همیشه خوبه یه کاریو که میکنه ازش لذت ببره من خودم از تک تک ویدیوهایی که میسازیم همین الان که نشستم جلو دوربین حرف میزنم دارم لذت میبرم الان ولی اون اواخر انقدر فشار کاری و هوای سرد و تاریک روی مودم اثر گذاشته بود نمیتونستم اونجوری که باید خوشحال باشم تو ویدیوها برای همین تصمیم گرفتیم که یه کوچولو فاصله بدیم بعد دوباره برگردیم الان دیگه آفتاب در اومده خدا رو شکر کلی ویدیوهای جدید کلی ویدیوهای خنده‌دار حالا همه اینا به کنار خب ما همه اینا رو گفتیم اینا دلایل نبودنمون بود دقیقاً ولی ببینیم بچه‌ها چه فکری می‌کنن می‌خوام چند تا کامنت برات بخونم ببینم بچه‌ها چه فکری می‌کردن من می‌خونم تو نظر تو بگو از هم دیگه طلاق گرفتن جدا شدن و نمی‌خوان اعلام کنن فهمیدن که بچه ها واقعیتش همه این چیزایی که اول ویدیو گفتیم الکی بود ما از هم چند وقتیه که جدا شدیم و
فرهاد توی اتاق استریمش میخوابه زیر میز. ولی واقعا اون کسی که اینو نوشته دنبال چی بوده؟ که گفته جدا شدن از هم. آره. خب شد خب. ولی دلیل منطقیه دیگه. وقتی هر روز ما اینجا فوتبال می‌داشتیم تو چنل داشتیم فعالیت می‌کردیم. آره دیگه. وقتی می‌بینن هر روز با همین بعد یهو ویدیو نمی‌ذاریم شاید یه مشکلی دیگه هم باشه، شاید ایشون از تو چنل تلگرام با خبر نیست، شاید چنل تلگرام رو جوین نیست که ببینیم اونجا داشتیم چیکار می‌کردیم. یکی چنل تلگرامی که استریمای 24 ساعته دوناتون و استریمای طولانی 12 ساعته 24 ساعته 8 ساعته برای استریم فرهاد می اومدن کامل از حال ما با خبر بودن. اتفاقا توی یکی از استریم‌ها منم بودم که دیگه اگر خبر ندارید بیاین تو چنل تلگرام لحظه ای خبر داشته باشید. فردوس خانم بچه ها تونست دو تا کیلی بگیره توی وارزون، دو تا اسنایپ زد، اتفاقات خیلی بزرگی افتاده توی این مدتش هم لازم گیمینگ. فردوس بچه ها شبا تمرین میکنه با پلیستشن کال آف دیوتی بازی میکنه. رنگ کاپ مونوپولی. پرو پلیر مونوپولی شناخته شدی نه؟ لیول چند شد تو مونوپولی؟ الان تازه شدش مثلا 20 اینا، ولی دارم خب میخواین چیز کنیم؟ بچه ها بیان مونوپولی رو بریزن آنلاین با پردیس، بچه ها مونوپولی بازی کنین اگه دوست داشتین. بریم سراغ کامنت بعدی. گفتن که فرهاد برگشته ایران. ولی کاش که این واقعی بود. مگه حقیقت رو نگفتی؟ بعدی گفته که دارن بچه دار میشن واسه همین نبودن. برم بیارمش بچه رو؟ الان برمیگردم. بیا اینجا بابا جون، قربونت برم. داریم یه بدون بچه داریم. چی شده؟ پدر! چی شده میده؟ پردیس دیگه نمیخواد بیاد تو ویدیوها. اینم درست. من دیگه پردیس بچه ها کلا از روزی که من باهاش ازدواج کردم گفت من نمیخوام بیام تو سوشال مدیا، نه اصلا پیج اینستاگرام موقع اصلا واسه پابلیک نداشتم، هیچ کلا سوشال مدیا کلا دوست نداشت باشه. بعد که اومدیم اینجا اینا که شروع کردیم کار کردن و اینا، باز خودم خواستم. آره خودش خواست، علاقه من شد. بعد لاوی که شما بهش دادید، انقدر بهش عشق دادید، انقدر حمایت کردید و خیلی خوب بود رابطه که تو تلگرام مخصوصا شما با پردیس بیشتر دارید. خب من خیلی وقت نمیتونم تو تلگرام باشم و الان دیگه نمیره. بابا باره بزرگم تنهای من با بچه ها صحبت کنم دیگه. باره دیگه من میگم بابا باره بزرگی سری ویدیو رو من تنهایی بگیرم. خب چون اصرار کردی دیگه. من اصرار نکردم. ولی خدا وکیلی بچه ها پردیس استعدادی نهفته در یوتیوب بود که من کشفش کردم و چون یوتیوبت خوب بود باید ازدواج کردم. مگه نمیدونی؟ منم چون که گیمر خوبی هستی باید ازدواج کردم. جدی؟ خیلی نمیخوایم سرتون رو درد بیاریم. این بیشتر یه گپ و گفت خودمونی بود با هاتون که بگیم که ما داریم برمیگردیم پرقدرت. پرقدرت بچه شروع میشه. دم همتون گرم. توی کامنت ها بچه ها حتما بنویسید. ببین یه مشکلی که پیش اومده توی این چند وقت بچه ها کلا کامنت های یک سریه بخاطر اینکه حالا وی پی ان تو نمیدونم آف میکنید نمیدونم چی میشه، وی پی ان رو آن نگه دارید لطف کنید و کامنت ها رو بنویسید. ویدیوهایی که دوست دارید رو بنویسید، ویدیوهای متفاوتی که دوست دارید بنویسید. ایام خوش امتحانات هم میدونم شروع شده، بنابراین بهترین فرصت برای اینکه لابلای درس خوندناتون بیاین اون 20 دقیقه‌ای که اجازه داریم 20 دقیقه آه دیگه ویدیوهای ما بیشتر از 20 دقیقه نیست. لابلای امتحاناتون بیاین از ویدیو لذت ببرید، سرگرم بشین، با رویه خوب برین سر جلسه امتحان و مطمئنم که میترکونید. عشق منید. آ توییچ هم 300,000 نفره شدیم توی این مدت فکر کنم در این یک ماه. تبریک. کیک هم 10,000 نفره شدیم. چنل تلگرام نیست اون صدا ای کافیه بوق زد. اینا رو میتونی بذاری پشت صحنه.